فراموش نمی‌کنم زمانی که ایران بودم یکی از شبانانی که فعال بود در ایران خاطره رو تعریف کرد برای من و گفت مأموریتی از کلیسای تهران گرفته بود برای اینکه بتونه بره و توی یک شهرستانی خداوند رو خدمت کنه در اون کلیسا. میگفت زمانی که رسیدیم اونجا کمیته اونجا به اصطلاح نیرو انتظامی اونجا منو خواستن و گفتم نیومده شروع شد دیگه سوالات. و میگه زمانی که رفتم و اونجا نشستم دیدم چه پذیرایی خوبی از من کردن، شیرینی دادن و گفتن ما اتفاقا میخوایم از شما قدردانی کنیم. یه صدایی منو اذیت میکنه، هی میپیچه، نمیدونم آیا شما رو اذیت میکنه. حالت عمل مرسی بهتر شد، مرسی عزیزم، مرسی. بعد خدمت شما عرض کنم ایشون گفت برخلاف اون که من فکر میکردم خیلی هم اینها خوش آمد گفتن و خوشحال بودن از اینکه من خدمت همون توی کلیسا شروع کردم. گفتم بعد پرسجو شدم ممنون از این محبت شما، قصه چیه، شرایط ما با جاهای دیگه اینجا مثل یه فرق میکنه. گفت مسئول اون کسی که مسئول نیروی انتظامات و کمیته اونجا به من گفتش که من خیلی تحقیق کردم و روی تحقیقاتی کردم دیدم کلیسایی که سالها توی این شهرستان هست غیر از این که کمک کرده تا معتادین بتونن رهایی پیدا کنن، غیر از این که مردم رو محبت کرده نسبت به نیازهاشون، غیر از این که افراد رو تعلیم داده تا زندگی سالم داشته باشن، من مورد دیگه ای نمیبینم. و راستیتش من دلم برای مردمم میسوزه و وقتی میبینم شما اهمیت دادید به این موقعیت در یک زندگی سالم، بنابراین منم توی جایگاهی هستم که بتونم شما رو محبت کنم. البته این استثناء بود، یه چنین چیزی نشد و میدونیم که حتی کلیساهای فارس‌زبان رو بستن. پس من از این رو نتیجه میگیریم که حقیقتاً کلیسای مسیح در هر جایگاهی که باشه مشروط بر این که مطابق کلام خدا عمل میکنه، مشروط بر این که در آزادی روح عمل میکنه، یعنی اجازه میده روح القدس عمل کنه در اون کلیسا، اون کلیسا در اون جامعه مفید خواهد بود. ویکتور هوگو نیز اعلام میکنه در هر آموزشگاهی را که باز کنید در زندانی را بسته اید. و همه ما میدانیم که حقیقتاً کلیسای مسیح آمد تا به ما مطابق کلام خداوند اعتماد را بده که اگر ایمان داشته باشیم سختی ها و مشکلات ما مطابق فیض خدا به خیریت تبدیل خواهد شد، آمین، و رهایی خواهیم گرفت و این آرامش رو نیز خواهیم داشت. آیا ایمان را داریم؟ یه نفر گفت آمین. دوباره آیا این ایمان رو داریم؟ آمین، هللویا، هللویا. اندیشمندی میگه جایی که اعتماد نیست سخن بیهوده است. خدا رو شکر امروز ما به این اعتماد رسیدیم. اما موضوع ما در رابطه با پیام انجیل هست. میدونیم که کلمه انجیل یا مژده خبر خوش در اصل آگاهی هستش که در مسیر رساندن نیکویی ها، خوشی ها که باعث امید و آرامش و شادی میشه و همه مشتاق شنیدن این خبر خوش هستن تا بتونن در این مسیر با آنچه آرزوی دلشون هست یک نگاه تازه رو داشته باشن. و به هیچ وجه پیام انجیل نمیتونه توی جایگاهی باشه که بخواد به ما فقط یک اطلاعات بده. بر فرض مثال بگیم انجیل مسیح آمده فقط به ما یه سری اطلاعات بده، یک سری تفسیرها داشته باشه، یک سری توضیحات و نیز حدس و گمانی باشه که در کلام خداوند هستش، بلکه کاملا میخواد ما را آگاه کنه. خبر خوش نجات یعنی در اصل آگاهی حقیقی و مطلق که از خود خدا آمده، با خود خدا آمده که قبلا به توسط انبیای خود در گذشته از آمدن خودش سخن گفته و به آنچه که گفته نیز انجام داده. بنابراین همون گونه که گفتم به هیچ وجه یک اطلاعات خاصی نیستش که ما بگیم که بر اومده که به ما برای ما مکشوف باشه، بلکه اومده تا آنانی که منتظر شنیدن این حقیقت هستن آنها را متمرکز این حقیقت کنه. از این رو هستش که زمانی که آنان که حقیقی هستن به دنبال حقیقت هستن در هر موقعیت و شرایطی که قرار گرفتن وقتی که انجیل مسیح رو خواندن
ایمان آوردن. حالا شما میتونید بگید که خیلی در روی این زمین هستن، اکثر مردم خدا دوست هستن، درسته، و اکثر مردم خدا دوست دارن حقیقت رو بشناسن، پس چرا این حقیقت برای اونها باز نمیشه؟ خب اگر ما مخاطبمون مردم باشه، به همین جا باید اکتفا کنیم که این سوال همینه دیگه. حالا هر کسی میتونه یه چیز بگه، اما امروز برای جواب درست این سوال مخاطب ما خود خداست، نه مردم. چرا؟ که همون گونه که ذات خدا محبت هست و این محبت دلیلی شد که خداوند پیام انجیل رو بده، همون گونه عمق نگاه خداوند بصیرت هست، یعنی ذاتش از بصیرت میاد که به عمق درون وجود انسان ها نگاه میکنه، به نیازهاشون، به نیتشون، به اهدافشون، به وابستگی هاشون، به رنج های اونها، به احساسات اونها، به نقطه اوج امیدشون که در خیالاتشون چی میگذره نسبت به حقیقت، نسبت به این کلام خداوند. در فرض تصور بکنیم که زمینی هستش که در اون زمین محصولی هست. اگر من که آگاهی ندارم نسبت به کشاورزی اون زمین رو نگاه کنم، محصولاتی که ببینم میگم آره این زمین چه زمین حاصلخیز خوبی هست، ولی چه بسا یک کشاورزی که این آگاهی رو داره، این اطلاعات رو داره، میره اونجا دست به خاک میزنه، اون گیاها رو میبینه، میگه نه این زمین خوب نیست و برخلاف اون چیزی که من تصور میکردم نیست خواهد شد. در اول سموئیل 16:7 رو میخونیم که در اصل زمانی که خداوند به سموئیل میگه برو به خانه یسا که یکی از پسران او پادشاه خواهند شد، و سموئیل زمانی که پسران ارشد یسا رو میبینه که چه قد بلندی داشتن و چه خوشگل و خوشتیپ بودن، تصور میکرده خب یکی از پادشاه اینه، چون انتخاب خدا برای اولین پادشاه شاول بود که قد بلند و خوشتیپ بودش، که بعداً میبینیم که نتوانست تحت اراده خدا زندگی کنه. پس الان هم نیست سموئیل نسبت به اطلاعات، امروز میخوام یه خود بیشتر در این رو صحبت کنیم، اطلاعات نه آگاهی. انجیل مسیح آورنده آگاهی هست نه اطلاعات. اطلاعات با تجربه میاد، با علم میاد، با آنچه را که من از دیگران آموختم میاد، اما آگاهی که به توسط انجیل مسیح اومده با خبر خوش از بصیرت خدا میاد، که قسمتی اینجا برای ما باز خواهد شد. اول سموئیل 16:7 میگه اما خداوند به سموئیل گفت به چهرهش و بلندی قامتش نظر منما، به اطلاعاتی که قبلا گرفتی نگاه نکن. قبلا یه بار به چاله افتادید با اطلاعات که پادشاه باید قد بلندی داشته باشه، خوشتیپ باشه، دانش زمینیش خوب باشه. میگه اما خداوند به سموئیل گفت به چهرهش و بلندی قامتش نظر منما، زیرا او را رد کردم. چون خدا با بصیرت خودش داره عمق وجود ما رو نگاه میکنه، خداوند با آگاهی خودش داره نگاه میکنه، نه با اطلاعاتی که من و شما امروز فیلتر ذهنیتمون شده. چون که خداوند مثل انسان نمی نگرد، زیرا که انسان به ظاهر می نگرد و خدا به دل می نگرد. یعنی خداوند با حقیقت خودش نیز داره نگاه می کنه به اون شخص و اون افراد که ادعا می کنند یا اعلام می کنند ما هم دنبال حقیقت هستیم، ما نیز می خواهیم حقیقت رو ببینیم. بله خیلی هستن حتی حقیقت رو می شناسن، اما با حقیقت همراه نمی شن. وارد کلیسا میشن به هر دلیل، برای اقامت، برای سلامتی، برای آرامش، برای ازدواج وارد کلیسا میشن، میبینن واقعا درسته، خداوند اینجا خداوند عشق محبت هستش، هیچ کجا مثل اینجا نیست. اول که وارد کلیسا میشن، کلیسای مسیح میشن، میگن یه انرژی خوبی داره، بعد از دو سه هفته میفهمن این انرژی نیست، این روح القدسه، و بعد دوست دارن روح القدس رو بشناسن، به تبعیت از روح القدس قدم برمی‌دارن. اما اگر این حقیقت رو فقط بشناسند اما با حقیقت نخوان راه بروند، باز به نوعی اطلاعاتی رو کسب کردن اما چه فایده، که نتوانستن از حقیقت این برکت رو بگیرن و آسیب خواهند خورد. حقیقت رو شناختن اما با حقیقت همراه نیستن. اگر این گونه بود ما حداقل باید یک کلیسای 700 نفره داشته باشیم، حداقل، چون بیشتر از 700 نفر رو این کلیسا تعمید داده،
کجا هستن؟ نه تنها ما کلیسا باشیم، خیلی از کلیساهای دیگه هستن، چون اکثرا به دنبال این هستن یک حقیقت رو بشناسن، اما دیگه از اونجایی که خدا این آزادی رو به انسان داده تصمیم میگیرن با حقیقت راه نرن، تصمیم میگیرن که با اطلاعات خودشون هم قدم با خدا بشن. اینجاست که آسیب میخورن و اذیت میشن. اوایل ایمانم بود، یکی از عزیزانی که خیلی دوستش داشتم، شروع کردم بشارت دادم، یه روز، یک هفته، یک ماه متقاعد شد، گفت رسول من دیگه اسلامو قبول ندارم. قبول کردم، اسلام از طرف خدا نیست، اینو قبول کردم، ولی راستیتش نمیتونم اینطوری که تو انجیل گفته من زندگی کنم. گفتم چرا؟ گفت واقعا خدا، حالا از خود منم یاد گرفته بود جملات، میگفت خدا به من فرصت داده تا من ثروتمند بشم. حقیقتو شناخت اما نخواست با حقیقت همراه بشه. و ما میدانیم انسان ها بر اصل اون آزادی که خدا رو شکر خدا بهشون داده رأی انتخاب دارن نسبت به این که آیا با حقیقت زندگی کنن یا نه فقط حقیقت رو بشناسن، خوشحال و حبی بشن. مانند سخنان زیبایی که از دیگران ما میشنویم لذت میبریم، دو روز دیگه اصلا یادمون میره اون حرفا چی بود، قصهش چی بود. شخصی برای اینکه بره فرودگاه برای مسافرت جلوی تاکسی رو میگیره، میگه تا فرودگاه چند؟ میگه 100 دلار. میگه برای چمدونم چقدر میگیری؟ میگه چمدون مجانیه. میگه پس چمدون منو ببر، من خودم بعدم میام. بعضی موقع ما اینجوری هستیم، میگیم بریم اقامتمون رو بگیریم، بگیریم مشکلمون حل بشه، شفامو بگیرم، اما من با کاری با مسیح ندارم، من کاری ندارم که با این حقیقت، این آگاهی که 2000 سال پیش به من داده شد برای یک زندگی سالم تا در اون مسیر بتونم صاحب بصیرت بشم، صاحب آگاهی بشم، آگاهی نسبت به تمام امور زندگیم بتونم داشته باشم. یک شخصی که حقجو هست خوب میتونه، خوب میدونه درس، خوب میدونه که به هیچ وجه نمیتواند در مقابل حقیقت که خدا هست با زبان ریاست، خوب میدونه که در امور رفتارش نمیتونه فریبکارانه عمل بکنه، خوب میدونه که در مقابل حقیقت نمیتونه یک بام و دو هوا باشه، بگه من عاشق حقیقت هستم، اما خب بعضی موقع ها لازمه مصلحتی زندگی کنی. مسیح خداوند من هست، مسیح پادشاه من هست، ولی ببخشید آخه تو خانوادم، تو فامیلم آبروم میره که من بگم من مسیح هستم، نمیتونه. پس شما حقیقت رو شناختید اما با حقیقت زندگی نمی کنید. درسته که داریم نزدیک کریسمس میشیم، پیام انجیل مسیح آمدن مسیح است، اما اینو بدونید تولد مسیح باید در من تولد ایجاد کنه. اگه در من تولد ایجاد نکنه فقط شناخت حقیقته، با حقیقت زندگی کردن نیست. حتما همه ما اشتباه خواهیم کرد، حتما همه ما مشکلاتی خواهیم داشت، از من گرفته تا بقیه هر کسی میتونه خودش دست بذاره به. اما قرار نیست که ما تو اون مشکلات در اون سختی ها بمانیم. یک شخصی که حقجو هست شخصی هستش که در کنار این که به دنبال حقیقت هست صادقانه او رو دنبال میکنه، مصمم هست، یعنی ثابت قدم هست و آماده هستش که بتونه با حقیقت روبرو بشه. میدونه که حقیقت رو کاملا نمیتونه بشناسه. مسلما ما روی زمین حقیقت کاملا نمیتونیم بشناسیم، ما به طور نسبی میشناسیم که میدونیم خدا محبت هست، خدا به خاطر گناهان ما یگانه پسرش رو بر روی زمین فرستاده و بهر گناهان ما روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد، ما این رو میدونیم، اما بیش از این محبت خدا تعریف داره، بیشتر از اینا، تا اونجا که من درک کنم به من داده شد که بدونم. اما این رو میدونه، حقیقت کاملا اون شخص رو میشناسه، حقیقت کاملا از وجود اون شخص آگاه هست، پس بنابراین با تشنگی بسیار در پرستش، در دعا، در نیازاش به حضور خدا میره. مدام نباید یکی بهش بگه دعا کردی؟ دعا میکنی؟ در حضور خدا هستی؟ میری به کلیسا؟ امیدوارم به کسی بر نخوره. اگه شما هنوز میبینید یا بینندگان ما هنوز تحت یک فشار، یک پوش دارید این کار رو میکنید، ببخشید
هنوز غافل شدیم با حقیقت زندگی کنیم، فقط حقیقت رو شناختیم. چون یه نفر همش باید به من بگه. مثل این هست که ما در زمانی که بچه هامون کوچک هستن بهشون یاد میدیم ادب و معاشرت رو، بعد توی 20 سالش هم شده بهشون بگیم سلام کردیم، احوال پرسی کردیم، احترام گذاشتیم. چیزی اون قابل درک نیست. کسی که با حقیقت زندگی میکنه با اشتیاق زیاد تمام امور زندگیشو در مسیر نیکویی و همون حقیقت نیز قدم برمیده. در مزمور 139 یک الی چهار که داوود پادشاه اینگونه میگه، براتون میخونم، اعلام میکنم: خداوندا تو مرا آزموده ای. پس خدا تمام وجود و افکار و احساسات ما رو میدونه توی سختی‌ها و مشکلات. خداوندا تو مرا آزموده ای و میشناسی، از نشستن و برخاستن من آگاهی. آگاه هست، اطلاعات نداره. اطلاعات رو پزشکان دارن، روانشناسا دارن، والدین نسبت به بچه‌ها دارن، بچه‌ها نسبت به والدین دارن. خدا آگاهه، خدا کاملا ما رو میشناسه. میخوام این کلمه آگاهی رو بدونیم که چقدر عمیق هستش. با اطلاعات هرگز یک معنا قرار ندید. من آگاهی و تمام افکار و اندیشه های مرا از دور میدانی. یعنی این گونه نیستش که تصور بر این بکنم که آنچه را که من امروز میدونم نسبت به کره زمین به من نزدیکه و اینا اطلاعاته، اما آنجایی که خدا هست هنوز سازمان ناسا هم نمیدونه خدا کجاست. یه خود اطلاعات داره، آگاهی نداره هنوز سازمان ناسا، مگه اینکه برن به آسمان در حضور خدا آگاهیشون زیاد خواهد شد. یه مقداری اطلاعات دارن و اعلام میکنه: آگاهی و تمام افکار و اندیشه های من رو از دور میدانی. تو از رفتار و کردار و کار و استراحت من آگاهی و تمام روش های من رو میدانی. حتی پیش از آن که حرفی به زبان آورم تو ای خداوند منظور من رو میدانی. حضور تو مرا از هر طرف احاطه نموده و با قدرت خود مرا محافظت میکنی. شناخت تو از من خیلی عمیق است. این بصیرته، خیلی عمیقه، با درک کامل خدا ما رو میشناسه. این فراتر از فهم من است، یعنی فراتر از اطلاعات من است. پس عزیزان منتظر نباشید انجیل مسیح به شما اطلاعات بده. شما انجیل مسیح رو نمیتونید قیاس کنید با ذهنیت خودتون، و منم نمیتونم، هیچ کس نمیتونه که من این رو بیام علمی بسنجم. ابزار علم به دردش نمیخوره، ابزار مذهب به دردش نمیخوره، تجربه من و شما به درد نمیخوره. آنچه در کلام خدا هست آگاهی هست. اگر ایمان داری باید انجام بدی. اگر متا 28:19 اعلام میکنه برو بشارت بده، باید این کارو بکنیم. این ضرورته. اگر کلام خود من متا 23:23 اعلام میکنه که روبرت جان چیکار کنی؟ باید 10:1 بدیم، باید بدیم. میتونیم برای این قسمت دست بزنیم، ناراحت نباشیم. چون اگر 10:1 نبود، هدایا نبود، کلیسایی نبود. بدون تعارف اگر نبود کلیسایی نبود. امروز متاسفانه کلیساهای زنده قربانی کلیساهای سنتی و مذهبی کاتولیک و ارتدوکس شدن که سرمایه ها را جمع کردن، زمین خریدن، اموال خریدن، زندگی آنچنانی درست کردن. اما کلیساهای مانند کلیساهای ما که ویژن ونگارد پیس میکرز رو دیدید، اهداف ما برای این هسته که بتونیم مظلومان جهان رو آگاهی بدیم، نه فقط بهشون برسیم نظر مالی، بهشون آگاهی بدیم. ما قربانی اون کلیساها شدیم متاسفانه، که آنانی که به دنبال اطلاعات هستن نه به دنبال آگاهی، تعلیم اشتباه رو نسبت به 10:1 میدن، نسبت به خبر خوش نجات میدن. کلام خدا میگه در این قسمت فقط من رو امتحان کن. و کلام خدا اعلام میکنه با خوشی دل بده. چرا؟ باید درک کنی 10:1 رو، آگاهی رو باید بگیری نسبت به اون. اگر نگیری نیز آسیب خواهیم خورد، چرا که باز با اطلاعات ما زندگی خواهیم کرد. بنابراین آگاهی مفهومی است بسیار عمیق که به هیچ وجه با علم و دانایی در مسیر تجربه و اطلاعات و انواع اندوخته ذهنی و حتی شوقی ما، استعدادی ما نمیخونه. چون این آگاهی از حکمت و بصیرت الهی نشأت میگیره، اما دانش ما نه، اطلاعات ما نه. سقراط اینگونه میگه در رابطه با همون اطلاعات و دانش، میگه دانش حقیقی این هست که همه بدانیم که نادانی. ای بابا، دانش حقیقی اینه، اطلاعات کامل اینه که من بدونم که من هیچی نمیدونم. یعنی هرچقدر من داناتر میشم که حتما باید این کارو بکنیم.
حتما باید اطلاعاتمون رو زیاد کنیم. تازه به جایی میرسم که من نمیدانم خب مساویه چی میشه برای ابدیت من. مساوی نداره آنچه را که من دارم فقط بر روی زمین هستش. ایوب در جواب دوستان خودش که او رو احاطه کرده بودن و میخواستن متقاعد کنن که تو اشتباه کردی ایوب، تو گناه کردی و بعد در این بحث قرارش میدن، در ایوب 12:12 تفسیریشو براتون میخونم، میگه شما میگویید اشخاص پیر حکیم هستن. اشخاص پیر برای چی حکیم هستن؟ تجربه زیاد دارن. اما اشخاص پیر اطلاعات در از بیشتر دارن. آنچه را که خداوند به عنوان آگاهی به من و شما میده، لطفاً به این مسئله توجه کنید. اونهایی که میگن چرا باید اراده خدا رو بخوایم، آنچه را که خداوند به توسط آگاهی به من و شما میده درش قدرته. یعنی شما زمانی که از خدا اراده خدا رو میخواید، میگید خداوند من اراده تو رو میخوام، خدا اون آگاهی که به شما میده، اون بصیرتی که بهش میده، قدرت اجرایی بهت میده، میتونی انجام بدی. میگی خداوند رو تنها میخوام ازدواج کنم، همسر مناسبی نیست، دعا میکنی خداوند اراده تو رو میخوام، خدا قادر هست شخص مناسب ایماندار که از نظر روحی اخلاقی مناسب برای شما باشه در مقابلت قرار بده. خدا قادر هست یا نه؟ آمین. پس آگاهی در حضور خداوند قدرت اجرایی داره، گذشته از این که به ما این بصیرت رو میده. میخوای ازدواج کنی، میخوای خونه بخری، میخوای اقامت بگیری، خداوند در کنار این که ارادهشو به تو میگه، قدرت اجراییش هم بهت خواهد داد که به جایگاهی میرسی که میبینی اراده خدا برات مهم است. یک بار دیگه میخونم، اعلام میکنی شما میگویید اشخاص پیر حکیم هستن، یعنی اطلاعات دارن و همه چیز را درک میکنن. چون اشتباه میگفتن، حالا تأسیش میکنه ایوب، اما حکمت و قدرت واقعی یعنی حقیقی از آن خداست، فقط او میداند که چه باید کرد. چرا که داره میگه اون آگاهی که خدا میده درش قدرت داره. اطلاعات یک مرد پیر و یک زن پیر میتواند خوب باشه برای زندگیش، اما درش قدرت نیست. از این رو هستش که بعضی از اهل فلسفه بر این باور هستن که تجربه مانند میوه گندیده روی درخت مثل آلوه، به درد باقیبون نمیخوره، اما وقتی چینده میشه میکننش، لواشتش میکنن برای دیگران خوبه، نه برای باقی، برای دیگران میشه این میتونه خوب باشه، نه برای کسی. از این رو ما میبینیم که حقیقتا در اصل درک بصیرت و حکمت و آگاهی حقیقتی که خدا به ما میده میتونه جواب تمام سوالات زندگی ما باشه، نسبت به رنج هامون، نسبت به ترس هامون، نسبت به غم هامون، نسبت به سردرگمی هامون، نسبت به گناهی که بارها توبه کردیم اما نتوانستیم اون گناه رو نیز کنار بذاریم. بنابراین ما فقط با دانش و اطلاعات هرگز نمیتوانیم، چرا که این همه دانش، این همه اطلاعات، این همه سخنرانی های خوب، این همه اشعار، این همه کتاب هایی که نوشته شد، سمینارها، کنفرانس ها برای زندگی سلامتی، اما میبینیم هنوز انسان درگیر هست و به اون جایگاهی که ارضا بشه نیز نرسته. نویسنده اعلام میکنه خردمند کسی است که بتواند در برابر هر مسئله چاره های گوناگون نیز داشته باشد و بیاندیشد. اما نداریم، ما میبینیم با این همه اکتشافات متاسفانه درگیری های خودمون رو داریم و سختی های خودمون رو داریم. شاید کسانی که به دنبال حقیقت هستن یک نگاهی داشته باشن به افرادی که فیلسوف هستن، جزء عرفا هستن، جزء محققین هستن و یا جزء سیاست مداران هستن، دولت مردان هستن، که تصور بر این میکنن که اینها میتونن راه نجاتی باشن برای ما. همونطور که ما در انتخابات در آمریکا داشتیم و دیدیم چه جنگ لفظی بین دو گروه بود، عده‌ای
فلانی رو به عنوان نجات دهنده میخواستن و عده فلانی رو به عنوان نجات دهنده میخواستن. و این ایده از اونجایی میاد که انسان حقیقتاً اسیر مشکلات و سختی‌هاش هست و این حس رو داره که احتیاج به نجات دهنده داره. و گاهی نیز انقدر انسان‌ها خسته و ناامید شدن از صداهای این که نجات دهنده خواهد اومد و نجات دهنده از آسمان خواهد اومد، کم کم رها کردن، گفتن چه سودی داره، تا امروز که کسی نیومد ما رو نجات بده. و دیگه امروز اون باور رو ندارن. اگر شما بشین از مسیح بگید آقا ول کن، خیلی ها گفتن. گروه دیگه میتونن این گونه باشن، با زیرکی تمام وقتی که دیدن انبیای آمدن و اعلام زندگی خوب رو وعده دادن و هیچ خبری نشد و اومدن دیدن چاره ای ندارن، یک شخصی رو به عنوان نجات دهنده معرفی کردن و گفتن این نجات دهنده ای که شما میگید ای باخردان امروز توی چاه، رفته توی چاه، تا این صدا و این نوید رو بده که از اون پیغمبری که تو بهش ایمان داری و باور داری هیچی در نمیاد، تازه نجاتش هم ما رو میبره توی چاه و اسیر چاه میکنه. و بعد از اون دوباره زیرکای دیگه ای میان، خردمندان دیگه ای میان، کسایی که حس میکنن که این ملت احتیاج دارن به آگاهی، میگن آقا نجات دهنده اومد کشته شد تموم شد رفت بهش. و عده ای هم به دنبال این افراد خواهند رفت که میبینیم متاسفانه باز به جامعه آسیب میزنن. و همه اینها بر این از هستش که انسان میبایست به توسط نجات دهنده دستیم بشه، نجات دهنده که از آسمان میاد. حالا چه حس خوبی داریم نسبت به نجات دهنده و چه حس بدی داریم فرقی نمی کنه. چه به دنبال نجات دهندگانی که توی چاه هستیم که توی چاه افتادن و هیچ کاری نمیتونن بکنن، و چه به افسانه هایی که فکر میکنیم از آسمان یک نجات دهنده باید بیاد، یک چنین فکری رو ما داریم. در یک داستانی میخوندم، سعی میکنم همونطور که نوشته بود دربارش با شما نیز در این بذارم. میگه شخص غریبه‌ای وارد روستایی شد، دید همه گاو پرستند. گفت آخر چرا گاو خدایان، چرا گاو خدایانتان باشد؟ گفتنش انسان‌های خداگونه به ظلم و ستم مریدان آزردند، چون گاو را بی آزار دیدن پرستش او کردند تا به جفا و ستم خسته خاطر نشوند. دیدن راه نیست، دیدن هیچ راهی نداره، همش وعده پیغمبری هستش که این همه سال گفته شده تو گوش‌ها که زندگی ما خوب خواهد شد، یک روزی زندگی ما خوب خواهد شد، حکومت تحت این پوشش این باورها خوب خواهد، هیچی نشد. قصه این نجات دهنده رو خوندن و اینها نیز به اینجا رسیدن که بهتره که گاوه رو بپرستن، حداقل گاوه آزار نمی‌رسونه. اگر بر فرض یک نفر به ما 100 دلار هدیه بده و این 100 دلاری رو ما ببریم توی فروشگاهی خرجش کنیم و ببینیم که به ما میگن 100 دلاری تقلبی هست، متوجه بشیم برگردیم، شما فکر می‌کنید کار عاقلانه‌ایه که ما اینو توی فروشگاه دیگه خرج کنیم؟ حالا 50% شاید اینو بیشتر بکنه، دوباره بریم فروشگاه دیگه بازم خرجش کنیم، اونو به ما برگردونن. آیا کار درستیه که ما فروشگاه سوم ببریم اونو خرجش کنیم؟ مسلماً نه. پس وقتی انسان‌ها متوجه این شدن و متوجه این میشن که دروغ شکوفه میده اما میوه نمیده، از این رو هستش که خسته خاطر میشن و نمیتونن درک کنن حقیقت چه چیزی میتونه باشه که بتونه اونها رو نجات بده. اما میخوام شرایط طوری برام باز بشه جواب بعضی از سوالاتمون رو بگیریم که چرا با توجه به اینکه شما عزیزان رو که به مسیح ایمان آوردید میبینن، تولد تازه رو در شما میبینن، برکت رو در زندگی شما ها میبینن، اما به مسیح ایمان نمیارن. فلش اصلی به سمت خودمون میزنیم که ما باید عوض بشیم. اما آنانی که این گونه عمل کردن، مردم رو فریب دادن به دین و مذاهب و پیامبران دروغین، خود نیز به همون چاهایی که کندن و نجات دهنده رو کردن تو اون چاه گرفتار خواهند شد. امثال 28:10 اعلام میکنه
هر که راستان را به راه بد گمراه کند به حفره خود خواهد افتاد، به حفره خود خواهد افتاد، اما صالحان نصیب نیکو خواهند یافت. یعنی کسایی که در پی حقیقت هستند، کسایی که به دنبال آگاهی درست هستند، نه به دنبال اطلاعات هستند، نه به دنبال افسانه ها نیز رفتند، چرا که میدونن حقیقت بر روی زمین خواهد آمد، چرا که تحقیق کردن و چون میدونن حقیقت میاد، میدونن که اون حقیقت نمیتونه کسی باشه غیر از خود خدا. چون انبیا و پیامبرا همه سخنان خوب گفتن، اما چه قدرت اجرایی به بشریت دادن که مطیع اون قوانین بتونن انجام بدن؟ پس میدونن که خود خدا بوده که این آگاهی رو داده و خواهد اومد، نه خدا برای مجازات خواهد آمد، نه خدا برای داوری خواهد آمد، نه خدا برای شریعت جدید خواهد آمد، نه خدا برای هلاکت خواهد آمد، بلکه برای محبت و نجات بشریت خواهد آمد. کسی که دنبال حقیقت هست، عزیزان میخوام خودتون رو خیلی مشغول کسایی که هنوز به مسیح ایمان نیاوردن نکنید، براشون دعا کنید، محبتشون کنید تا راه براشون باز بشه. اما این رو بدونید، تا زمانی که به دنبال اطلاعات هستن حقیقت براشون کشف نخواهد شد و به حقیقت نخواهند رسید. در کتاب ارمیا 31:3 میخونیم، اعلام میکنه خداوند از جای دور به من ظاهر شد و گفت با محبت ازلی تو را دوست داشتم. یعنی محبت آسمانی، یعنی با ذات خودش داره اعلام میکنه که محبت هست، تو را دوست داشتم، از این جهت تو را به رحمت جذب کردم. و اینک نه فقط برای ارمیا، نه فقط برای قوم اسرائیل، بلکه برای تمام بشریت. کسی که به مسیح ایمان می‌آورد، تولد تازه داره، نماد کسی هست که خدا در نظر داشته که آگاهی رو لمس کنه، که با اون آگاهی بتونه نجات پیدا کنه. میتونه یک مسلمان زاده باشه، میتونه یک بهائی زاده باشه، میتونه اصلا بی خدا باشه، میتونه کسی باشه که مسیحی زاده هستش، هیچ فرقی نمیکنه. باز در کتاب زکریا 2:10-11 میخونیم، اعلام میکنه خداوند میفرماید ای اورشلیم آواز شادمانی بخوان، زیرا من میآیم. خدا میگه من میآیم. این آگاهی هستش که باید بشریت بدونه. اگر شما تا به امروز به این نظریه رسیدید، شما آگاه هستید. اما اگر حتی تعمید گرفتید و هنوز تو دلت میگید چطور مسیح خداست، نه مسیح خدا نیست، یعنی خوب تغذیه روحانی نشد. ببخشید، هر روزه به خدا وقت نمیدی از روح خدا پر بشید تا به توسط روح القدس این حقیقت برای شما باز بشه و مکشوف بشه. تعمید علامت نجات نیست عزیزان، ببخشید. سرتیفیکت علامت نجات شما نیستش. علامت نجات تولد تازه هست، اعلام ایمان ما هست و نوع زندگی ما هستش. میگه خداوند میفرماید ار اورشلیم آواز شادمانی بخوان، زیرا من میآیم و در بین شما ساکن میشوم و در آن زمان اقوام زیادی مانند ایرانی ها، مانند عرب ها، فرقی نمی کنه، اقوام زیادی به سوی خداوند متعال خواهند آمد و قوم او خواهند شد. یعنی از این به بعد دیگه فقط اسرائیل نیست که افتخارش این باشه که ما قوم خدا هستیم. هر کس که به مسیح ایمان بیاورد قوم خدا خواهد بود و محبتش رو و آگاهی که داد رو ثابت می‌کنه. بریم با هم دیگه انجیل یوحنا 3:16 و الی 17 رو داشته باشیم. ممنون میشم که حالا لامپا رو روشن کنید، ببخشید، که عزیزان بتونن. آیا همه بروشور داریم؟ زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد. این آگاهی هستش که الزاماً برای زندگی سالم همه ما باید داشته باشیم و در اون روز زندگی کنیم، بله؟ بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. آمین. آمین. این یک راز بود، این یک سر بود عزیزان. ببخشید یه خورده امروز وقتتون رو بیشتر خواهم گرفت، بیشتر میخوام کلام خدا رو
بشنویم. لطفا اول قرنتیان رو بیارید روی توی بروشورتون ندارید؟ اول قرنتیان باب 2 6 الی 9 رو بشنویم. این یک سر، یک راز بود که خداوند داد، ولی این سر و این راز فقط برای کسایی باز خواهد شد که به دنبال حقیقت هستن، به دنبال آگاهی هستن. اگر به دنبال حقیقت و آگاهی هستی و اجازه نمیدی این دنیا حواستو پرت کنه، چون دنیا با اطلاعاتش داره حواستو پرت میکنه، مشکلات زندگیت با اطلاعاتش داره حواستو رو پرت میکنه، باید با آگاهی زندگی کنیم. یک بار گفتم و بازم میگم و به این ایمان دارم، عذر میخوام، فکر نکنید من چون کشیش هستم خدمت میکنم این رو دارم میگم، هرگز، هاشا. ما بعد از ایمان فقط زنده ایم تا خداوند رو خدمت کنیم. حالا نوع خدمت ها فرق میکنه، نوع خدمت فرق میکنه، ولی دیگه از این بعد ما باید خداوند رو خدمت کنیم. بله بفهمید. لکن حکمتی بیان میکنیم نزد کاملی، اما حکمتی که از این عالم نیست و نه از رؤسای این عالم که زائل می‌گردند، بلکه حکمت خدا را در سری بیان می‌کنیم، یعنی آن حکمت مخفی را که خدا پیش از دهها برای جلال ما مقدر فرمود. پس بنابراین قبلاً هم به عنوان یک سر بود، به عنوان یک راز بود، اما فقط به توسط بصیرت خدا در افکار ما نیز ساکن خواهد شد. بله؟ که احدی از رؤسای این عالم آن را ندانست، زیرا اگر می‌دانستند خداوند جلال را مصلوب نمی‌کردند، بلکه چنان که مکتوب است چیزهایی را که چشمی ندید و گوشی نشنید و به خاطر انسانی خطور نکرد، یعنی آنچه خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است، اما خدا آنها را به روی خود میگه چشمی ندید، هیچ کجا نبود باشه. خواهش می‌کنم چشم گوشمون رو باز کنیم. انرژی درمانی حقیقت نیست، حلقه عرفان حقیقت نیست، دنبال این بازی ها نریم. حقیقت کلام خدا هستش. اگر به مسیح ایمان آوردیم، یک بام و دو هوا نمیتونیم زندگی کنیم، دوباره نجات رو از دست خواهیم داد، نجاتی که خداوند برای ما مهیا کرده. اگه به دنبال کلاس های دیگه ای هستیم روی زمین و فکر میکنیم اونها حقیقت هستن، ما نمیتونیم در حقیقت باشیم. حتما باید همین حقیقت رو پیگیری کنیم. بله؟ اما خدا آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است. به روح خود، به توسط روح القدس بر ما این آشکار کرد. بله؟ زیرا که روح همه چیز حتی عمق‌های خدا را نیز تفحص می‌کند. آمین. آمین. و از این رو هستش که زمانی که ما آگاه میشیم نسبت به حقیقت، نه اطلاعات به دست میاریم، آگاه میشیم نسبت به حقیقت، شما درش یک فعل میبینید در خودت. شما به راحتی میتونید دیگران رو محبت کنید، به راحتی میتونید دیگران رو دستگیری کنید، به راحتی میتونید دست دشمن خودت رو ببخشید. دیگه نباید 4 ساعت بیای یک سمینار گوش کنید که بخشش چقدر برای تو مفید هستش. نباید حتما 5 تا موعظه رو گوش کنید، چون روح القدس قدرت و قوت بخشش رو به ما خواهد داد، چون روح القدس به من قوت صبر رو خواهد داد، چون روح القدس به من قوت خوشی رو خواهد داد که در زمان مشکلات نیز من بتونم شکرگزار باشم و حقیقتا برای من زندگی معنای خوبی داشته باشه. بریم با هم دیگه انجیل لوقا 2:8-20 رو نیز داشته باشیم. ممنون میشم. شاعری اعلام میکنه تا باز میکنه، میگه ای که میپرسی نشانه عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست. عشق یعنی دل تپیدن بهر دوست، عشق یعنی جان من قربان دوست، که مسیح این رو ثابت کرد در برای ما. بله؟ و در آن نواحی شبانان در صحرا به سر می بردند و در شب پاسبانی گله های خیش می کردند. ناگاه فرشته خداوند بر ایشان ظاهر شد و کبریایی خداوند بر گرد ایشان تابید و به غایت ترسان گشتند. فرشته ایشان را گفت ما ترسیم، زیرا اینک بشارت خوشی عظیم به شما می‌دهم که برای جمیع قوم خواهد بود، که امروز برای شما در شهر داوود نجات دهنده‌ای که مسیح خداوند باشد متولد شد. خب خیلی ممنون. 3 گروه هستن که ما می‌بینیم این حقیقت براشون مشهود خواهد شد. گروهی که منتظر آمدن مسیح هستن، مانند شمعون زمانی که عیسی مسیح رو میان
تقدیم کنن، مانند عزیزان ما که اومدن فرزندشون رو تقدیم کردن. اونجا وقتی تقدیم نیام میکنن، ما میبینیم شمعون نامی عیسی مسیح رو میبینه و نیز اعلام میکنه، چون چشمانم نجات تو را دید، در لغا دو نیز اعلام کنه، چون چشمانم نجات تو را دیده است، نجاتی که تو در حضور همه ملت ها آماده ساخته. و چون این رو میبینه اعلام میکنه که پس من دیگه میدونم از این به بعد موقعم رسیده که باید برم آسمان، یعنی اعتماد رو نسبت به وعده های خدا داشتش. اما عده دیگه هستن که با تحقیقاتشون، مانند ستاره شناسانی که از ایران اومدن، مانند مجوسیان که از ایران اومدن، اونها با تحقیقات و نگاهی که به آسمان داشتن برای اومدن نجات دهنده و میدانستن این یهودی ها هستن که فقط منتظر آمدن مسیح هستن، این راه طولانی رو میان و مسیح رو ملاقات میکنن. و چون شبانان که شبان یعنی مسئول، شبان یعنی دلسوز، اگه اطرافتون انسان هایی هستن که دلسوز هستن، محبت دارن، یه موقع مبادا از اینکه خبر خوش نجات بهشون میدید هنوز ایمان نیاوردن مایوس و ناامید بشید، هرگز، براشون دعا کنید، دعا کنید، محبتشون کنید، خدا راه نجات اونها رو باز خواهد کردش. بله. و علامت برای شما این است که طفلی در بنداقه پیچیده و در آخر خوابیده خواهید یافت. در همان حال فوجی از لشکر آسمانی با فرشته حاضر شده خدا را تسبیح کنان میگفتند، خدا را در اعلی علیین جلال و بر زمین سلامتی و در میان مردم رضامندی باد. و چون فرشتگان از نزد ایشان به آسمان رفتند، شبانان با یکدیگر گفتند الان به بیت الله می رویم و این چیزی را که واقع شده و خداوند آن را به ما اعلام نموده است ببینیم. پس به شتاب رفته مریم و یوسف و آن طفل را در آخر خوابیده یافتند. چون این را دیدند، آن سخنی را که درباره طفل به دیشان گفته شده بود شهرت دادند و هر که میشنید از آنچه شبانان به دیشان گفتند تعجب می‌نمود. اما مریم در دل خود متفکر شده این همه سخنان را نگاه می‌داشت و شبانان خدا را تمجید و همکنان برگشتند به سبب همه آن اموری که دیده و شنیده بودند، چنان که به ایشان گفته شده بود. آمین. آمین. یعنی حقیقتی که برای شبانان اون اطلاعات رو نداشتن، یه زمین افراد فیلسوفی نبودن، دانشمندی نبودن، اما اون حقیقتی که به اونها رسید با اون حقیقت زندگی کردن. اما وجه مشترک بین این سه گروه هستش این هستش که هر سه این گروه با فیض خدا این حقیقت براشون باز شده و هر سه این گروه به توسط روح القدس این حقیقت براشون باز شد. یعنی به این نیستش که ما باز بکنیم یک انسانی خیلی خوب هست و یا یک انسانی خیلی دانش داره و یا اینکه تصور بر این بکنیم یه حتی افرادی هستن منتظر آمدن مسیح هستن. ما میبینیم که هنوز متاسفانه خیلی از یهودی ها و اسرائیلی ها هستن که نجات پیدا نکردن. اما کسی که اجازه میده اون آگاهی خدا با اون هم قدم باشه، بپذیره سوالاتی که میفهمم بعضی از سوالات تاریخی هست قابل درکه، اما اگر هنوز شما تصور میکنید یه سری سوال دارید پدر پسر روح القدس چیه، باید بیاید سر کلاس ها. همونطور که ما این هفته کلاسمون در رابطه با این هستش که فرقه های مختلف مسیحیت رو میخواییم صحبت کنیم، خیلی از عزیزان بودن اینجا به خاطر اینکه اقامت داشتن و تعمید گرفتن برای این کلاس های مسیحیت چیست رو نیومدن، خواهش میکنم بیاید این کلاس ها. باید شما جواب سوالات زندگی بشید تا با حقیقت همراه بشید. این آنچه را که ما اینجا در کلیسا به عنوان موعظه برای شما عزیزان اعلام میکنم یک خوراک همگانی است، اما تو کلاس ها موقعیت تعلیم متفاوت هست. پس سه شنبه عزیزان مشروط به اینکه مایل هستید ساعت 6 بعد از ظهر لطفاً بیاید آفیس. اما بریم نکته اول، ما نتوانستیم این فیلم رو داشته باشیم پرویز جان، نه؟ دوست داشتیم توی این 4 جلسه فیلمایی رو در رابطه با زندگی مسیح داشته باشیم. پیام انجیل مسیح چیست؟ همه بوشور دارین؟ گفتم بوشورا رو میتونید منگنه کنید، بوشورا رو میتونید عزیزان توی کلاسوری بذارید، میتونه بهتون کمک بکنه برای تعلیم مشروطه برای اینکه این خواندگی رو داشته باشید.
نکته اول، پیام انجیل آمدن خداوند بر زمین است برای آگاهی حق جویان از هر گمراهی تا بصیرت یابند، تا بتونیم به توسط اون آگاهی که خداوند ما میده به توسط روح القدس زندگی سالمی رو نیز داشته باشیم در موقعیت کاریمون، در خدمتمون، در کلیسا، تا در شرایطی باشیم که مبادا فقط به نوعی ما بگیم ما شخصتا عوض شدیم، ما مسیحی شدیم، اما عملکرد ما مسیحانه نباشه. دختر پسری که همگر خیلی دوست داشتن بعد از اینکه ازدواج کردن تو یک موقعیتی پسر میخوره زمین، همین که پسر میفته زمین دختر میگه قربونت برم همه چیز خوبه جاره خوب اصلا مثل چی نشد، دستشو میگه با هم دیگه میگه سال دیگه یه جا دیگه چنین اتفاقی میفته، میگه خب بازید باش دیگه، میزنه چند وقت دیگه هم دوباره همین اتفاق برای این پسر یه جا دیگه میفته، میگه ببخشید مگه کوری مواظب نبودی بیفتی؟ یه مدت بعد که دوباره همین اتفاق براش میفته میگه آخیش میخواست من اذیت نکنه، این عشق دنیاست، این اطلاعات توی دنیاست، اما عشق حقیقی نیستش، عشق حقیقی با خودش یک قدرت میاره. پروین اعتصامی نیز این گونه میگه، خیلی زیبا میگه، میگه زندگی جز نفسی نیست غنیمت شمارش، نیست امید که همواره نفس برگردد، هر نفس کس تو براید چون که در نگری آز تو بیشتر و عمر تو کمتر گردد، علم سرمایه هستی است نه گنج زر و مال، علم سرمایه هستی است نه گنج زر و مال، روح باید که از این راه توانگر گردد، مشروط بر این که از روح خدا پر بشیم، مشروط بر این که از کلام خداوند پر بشیم، مطمئن باشیم که میتونیم توی یک جایگاه درست بایستیم. باز یک بار دیگه عرض میکنم، آیات امروز زیاد خوندیم، اگر لازمه زندگی اون میبینیم درش زندگی کنیم. آنانی که اراده خدا رو میخوان از خدا بخوان که خدا یا آگاهی رو به ما بده نسبت موقعیت زندگی، چون در آگاهی خدا قدرت هستش. پولس رسول در فیلیپیان 1:9-10 اعلام میکنه، از شریف براتون میخونم، اعلام میکنه دعای من این است، دعای ربانی اولش چی رو میگه؟ میخوام چی رو میخوام؟ اراده تو رو میخوام. پس بنابراین پولس نمیتونه وقتی دعا میکنه برای یک نفر فقط نظر خودشو بگه، درسته؟ پس اراده خدا رو میخواد، میگه دعای من این هست، یعنی اراده خدا رو میخوام که محبت شما همراه با آگاهی و کمال دانایی همچنان رشد کند، یعنی تحت اراده خدا باشه، حتی محبت کردن، حتی خواسته های شما، تا همه چیز را بیازمایید و عالی ترین آنها را انتخاب کنید، آن وقت در روز عظیم مسیح بی عیب و بی تقصیر خواهید بود. که ما میتونیم آنچرا که خداوند به عنوان هدیه نجات به ما داده اون رو به کمال برسونیم و مبادا باهاش راضی کنیم. امروز ما فرزندان خدا هرگز نمیتونیم مثل مردمی که توی دنیا هستن به جای مری کریسمس میگن هالیدی میگن و همگی اونو قبول کنیم. ما میدونیم تولد خداوندمون بر روی زمین هست، ما میدونیم که خدا جسم پوشیده و بر روی زمین آمده و هرگز نمیتونیم قیاس کنیم با اطلاعاتی که توی دنیا هستن. آنانی که نمیتونن بپذیرن عیسی مسیح خداست، علتش اینه که با فیلتر اطلاعاتشون دارن مسیح رو نگاه میکنن، با فیلتر مذهب دارن نگاه میکنن، با فیلتر علم دارن نگاه میکنن. اما اگر اجازه بدیم از چشمان حقیقی خدا که بصیرت هست مسیح رو ببینیم، مسیح خداوند هستش. آخرین آیه رو لطفاً داشته باشیم، اول یوحنا 5:18-21. و میدانیم که هر که از خدا مولود شده است گناه نمی کند، بلکه کسی که از خدا تولد یافت خود را نگاه می دارد و آن شریر او را لمس نمی کند، و میدانیم که از خدا هستیم و تمام دنیا در شریر خوابیده است، اما آگاه هستیم که پسر خدا آمده است و به ما بصیرت داده است تا حق را بشناسیم، و در حق یعنی در پسر او عیسی مسیح هستیم. اوست خدای حق و حیات جاودانی. او هست آگاهی، او هست حقیقت، اون هست بصیرت زندگی ما. بله؟ ای فرزندان خود را از بت‌ها نگاه دارید. آمین. آمین.
امروز ما در 613 قانون شریعت یهود نیستیم، اما پولس رسول میگه ما بی شریعت هم نیستیم، میبایست قانون داشته باشیم. قانون ما محبت کردن هست. قانون ما این هست که هر روزه از روی خدا پر بشیم. قانونی که خداوند ما داده اینه که از کلام او هر روزه این برکت رو بگیریم و با این برکت ادامه حیات بدیم. یک مثال انگلیسی میگه برای اینکه پشت روی قاضی نیستی، پشت سر قانون راه برو. یعنی به وفاداری در کلام خداوند و وفاداری در کوری روح القدس. آمین. هللویا. لحظه سرهای خودمون رو خم کنیم. از عزیزان میخوام لطفاً برای جمع‌آوری هدایا نیز با من باشن.